دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن. درود به همه عزیزان، و همون گونه که میدانیم دنیای امروز ایران دنیای پر از مبارزه، شور مبارزاتی و سفارایی میان دو جبهه، جبهه مردم، جبهه‌ای که مبارزه میکنن، و جبهه سرکوبگران. بسیار لحظه زیبایی هست به معنای اینکه جامعه به ظاهر در حال تولد یک واقعی بی سابقه در تاریخ زندگی خودش و حتی تاریخ خاورمیانه و جهانی است. آنچه که در ایران می‌گذرد آیا می‌شود فقط گفت که جنبش‌ها و تظاهرات خیابانی است؟ آیا اینها نشانه از یک قیام دارد؟ آیا آنچه که با در لحظه کنونی میبینیم شبیه یک انقلاب است؟ تفاوت اینها چیست؟ قبل از اینکه به این مطلب بپردازم چند نکته رو به شکل خبر درباره پاریس خدمتون بگویم. در این یک هفته ای که گذشت تظاهرات گوناگونی در پاریس، مانند بسیاری از شهرهای جهان، در آلمان شهرهای گوناگونش، در لندن، در آمریکا، در عرضم حضورتون که حتی گزارشی شنیدم در کره جنوبی و بسیار زیبا، مبارزات همه جا در همبستگی با جامعه ما ادامه دارد. مبارزه علیه کی؟ علیه جمهوری اسلامی. مبارزه برای چی؟ برای همبستگی با مردمی که دست به دست هم دادند تا به مهر، تا اینکه میهن خیش را کنند آباد. و ما همچنین می‌کنیم. در پاریس در این چند روزه اخیر حدود 7 تظاهرات برگزار شد و من توانستم در میان این 7 حداقل 4 تظاهرات رو در شرکت بکنم. به هر حال گاهی اوقات این تظاهرات همزمان واقع میشه و فرصتی دیگری نیست که در جای دیگه بری، و این خب البته یک کمبود هست به خاطر اینکه می شود اینها رو متمرکز و یک پارچه تر کرد، کاری که در برخی شهرها صورت گرفته، مانند برخی شهرهایی در آلمان و یا در کانادا و آمریکا. به هر حال این کمبود رو عزیزانی که در فرانسه و پاریس هستند و دستن در کار سازماندهی هستند باید مورد توجه قرار بدن، به خاطر اینکه چند تظاهر در همین تظاهرات دیگر در همین هفته و تا شنبه یک شنبه دیگر نیز برنامه ریزی شده است. خب یک نگاه خیلی سریع به این تظاهرات که بخوام بیاندازم، یکی از این تظاهرات در میدان ایتالی بود که در واقع به میزان نسبتاً پرشماری آمده بودند و در کسانی که برگزار کنندگانی بودند که هم ایرانی‌ها بودند و هم نیروهای خارجی، نیروهای حمایتی نیروهای خارجی مانند کمونیستا، مانند سوسیالیستا، مانند اکولوژیستا بودند که پیام‌های خودشون را در آنجا خواندند. و به هر حال در مجموعه این لحظه، این نقطه، عکسایی از عزیزانی که در این روزهای اخیر توسط نیروهای حکومتی به قتل رسیدن، عکسایی از آنها بود و 2 پرچم بود، یکی پرچم که از آن کوردها هستش و یکی هم پرچم شیر و خورشید
ایران. یکی دیگر از این تظاهرات که در واقع دیروز بود در میدان شاتله، اونجا بودم و بنابراین ایستا بود، یعنی گرد همایی بیشتر بود تا تظاهرات. و در این زمینه هم عرضم حضور شما که گروه های گوناگون سیاسی فرانسه آمده بودن، ولی کم به هر حال عزیزان ایرانی جمع شده بودن و شعارهای گوناگونی رو در این زمینه دادن. دقیقا روی میدان شده، اون وسط میدان هست. این هم دومی. و من میدانم که در همون زمان یک تظاهر دیگه در جلوی سفارت بود که دیگر عزیزان در اونجا در نظر گرفته شدن. و بالاخره آخرین تظاهراتی که مربوط به دیشب بود که از ساعت 4 آغاز می شد تا حدود 3 ساعت طول کشید، اگر عزیزان در پاریس آمده باشند یا به هر حال هستند می دانند، از نقطه تروکادروم، اون میدان حقوق بشر که در روبروی برج ایفل هست، تجمع آغاز شد و به شکل انبوه و گسترده این افراد رفتند به سوی یک خیابان میان پایین تا میرسند به میدان ینا و خیابان ینا که در اونجا سفارت در واقع جمهوری اسلامی، البته این سفارت متعلق به مردم ایران هستش، جزء مالکیت ایران هستش، ولی که فعلا توسط آخوندها و طرفدارانشون اشغال شده است، که به هر حال البته این لحظه دو طرف خیابان رو پلیس محاصره کرده بود و نمیگذاشت مستقیما در برابر سفارت قرار بگیرن و حتی اقدامی شد تا اینکه یه بخشی از اینها خودشون بکشونن به طرف سفارت که پلیس از گاز اشکاور استفاده کرد، فقط برای اینکه بگوید که نه، شما از این حریمی که تنظیم شده و اجازه براش گرفتید شما نمیتوانید به اون طرف بروید. به هر حال بنابر گزارشی که از جانب به هر حال سازمان دهندگان من شنیدم، جمعیتی نزدیک به 4000 نفر شرکت کرده بودند. بسیار عالی، بسیار خوب هستش و برنامه های دیگری هم در حال تدارک است. و در این تظاهرات که به هر حال بسیار زیبا بود، پرچم های گوناگون، هیچ گونه در واقع درگیری میان ایرانیان نبود، همه متحد، همه در کنار هم علیه جمهوری اسلامی، مبارزه علیه جمهوری اسلامی رو بیان میکردن، دفاع از زنان و مردان ایران زمین رو در دستور کار خودشون قرار داده بودن. و آنچه که باز مهم بود، تمام عکس‌های مربوط به مهسا امینی رو هم می‌کردن و به هر حال بسیار جلوه زیبایی داشت و به خصوص که نقطه‌ای بود در نزدیکی سفارت و در این نقطه آغاز این تظاهرات مردمان بسیار زیادی هم بودن که از جمله گردشگران بودن به خاطر دیدن برج ایفل. بنابراین این هم در ارتباط با این تظاهرات. در ضمن آنچه که مربوط به پاریس هست عزیزان من، آنچه که مربوط به پاریس هست، روزنامه‌های گوناگون در این روزها مطالب گوناگون رو تا به حال منتشر کردن درباره پاریس، درباره ببخشید ایران. و امروز در واقع تمام جهان می‌داند روزنامه‌های فرانسه بخشی از روزنامه‌های جهانی هستند. و هرچند که جمهوری اسلامی پیوسته سعی کرد که در خاموشی نگه بداره، جنایتکاری مانند رئیسی رفت به سازمان ملل که در واقع فرار میکرد از دست خبرنگاران که به اصطلاح در هیچ اتفاقی بر اون نیفته، و ما دیدیم که چگونه مانند در واقع افراد ذلیل وارد به اصطلاح این سالن مربوط به سازمان ملل شد و در اونجا مشتی مزخرفات و تبهکاری های خودشو مطرح کرد که در ارتباط به اصطلاح با صلح، در ارتباط با برجام و غیر و غیره. و این انسان آنچنان عقب مانده
مرتجع وحشی هست که هیچ گونه اخلاقی هم بر خودش باقی هرگز نگذاشته. البته این فرد همون اونی که می‌داریم فردی است که از دیرباز چون یک آخوند مرتجع بوده، از لحظه‌ای که وارد حوزه شد و زمانی هم که در برهای یکی از مسئولین اون کمیسیون مرگ بود که فرزندان عزیز ما رو اعدام کردن، این فرد حال به لحاظ قراردادی که بین سازمان ملل با آمریکا هستش، بالا دولت آمریکا هست، تمام افراد اعضای متعلق به سازمان ملل می توانند بیایند و در داخل سازمان ملل نطق خودشون رو بکنن و به هر حال در درون در زم هتل هایی که اطراف اونها هستند اونجا هستند و به هر حال تمام تلاشی که عزیزان می کردن که جلوگیری بکنن از این مسافرت این جلاد میسر نشد، زیرا این امر برمیگشت به قراردادی که بین آمریکا و سازمان ملل وجود دارد. خب ولی دیدیم علی‌رغم این تلاش ها گزارشی بود از یکی از جانب یکی از رسانه ها نشان میداد که این افراد به اصطلاح همراه خود رئیسی جلاد کسانی بودن که دنبال این چند روزی که در اونجا بودن، در درون هتلی بودن، یک خروار سوغاتی برای خودشون آماده کرده بودن که با بست در درون بسته ها از درون هتل توی به اصطلاح وارد کامیون بزرگی شد تا این کامیون این به اصطلاح هدایا رو هدیه هایی که اینها تهیه کرده بودن برای خداشون، برای فک و فامیلشون و همچنین چه بسا برای فروش، اینها هیچ گونه در واقع اخلاقی نداره، اینها مشتی تبهکار هستن، از این موقعیت به اصطلاح دیپلماتیک هم که اینجا هستن باز دارن چیکار میکنن؟ میچاپن برابر یک کامیون بسیار بزرگ رو پر از به اصطلاح چیزهایی کردن که اونها خریده بودن یا بلند کرده بودن یا به هر حال چاپیده بودن، من نمیدانم، ولی به هر حال حتما پولشو داده بودن و ولی این پول پول مردم ایران هست البته و کامیون میرفت که به طرف فرودگاه اینها رو به اونجا انتقال بدهد. حال نکته دیگه ای که به هر حال مهمه اینه که علی‌رغم تمام شگفت‌های جمهوری اسلامی روزنامه‌ها سخن گفتن و برخی از نیروهای یا به هر حال نهادهای دیپلماتیک واکنش نشون دادن، واکنش هایی که از جانب هم آمریکا هم کانادا و همچنین در اروپا از جانب صدر اعظم آلمان و همین حدود یک ساعت پیش شنیدم که وزیر امور خارجه فرانسه هم نیز به ایران هشدار داده و در ارتباط با کشته شدن عزیزانمان در ایران در فرانسه روزنامه ها حساسیت نشان دادن. و یکی از حساسیت های جالب، نگاه کنید عزیزان، این صفحه هستش، نگاه کنید این صفحه هست، ببینید این روزنامه به نام روزنامه چی؟ لیبراسیون. روزنامه لیبراسیون روزنامه ای هستش که توسط ژان پل سارت در فرانسه به وجود آمد و یک به هر حال خود این روزنامه هم یک تاریخ مفصلی دارد از انقلابیان اون زمان و ماویستایی که اون زمان بودن تا اینکه تبدیل شد به یک روزنامه رادیکال و چپ در فرانسه که در واقع می شود گفت روزنامه لیبراسیون دومی روزنامه پرتیراژ بعد از روزنامه لوموند هست و سومین مرحله هم برمیگرده به روزنامه فیگارو. بنابراین این دومی روزنامه فرانسه هستش و نگاه بکنید چه زیبا گفته شده، یعنی تیتر عنوان اصلیش زن زندگی آزادی، همون شعاری که مردم ایران دارن میدن و در این پایینش هم به فرانسه معادلش رو گذاشته و در درون این روزنامه سه صفحه درباره ایران مقاله آورده و تحلیل کرده و گزارش داده و به این ترتیب یک نقش بسیار زیبایی رو اجرا میکنه و به این ترتیب هستش که این از جمله و نمونه هایی از چنین واکنش های مطبوعاتی بوده. البته
لیبراسیون سال 98 هم یک به اصطلاح تیتر بزرگی، یعنی یک صفحه اول خودشو اختصاص داد به شرایط ایران و گفت اونها در پشت درهای بسته دارن میکشند، این عنوان هست، و این بار هم همبستگی خودشو با ایران و زنان ایرانی نشان داد و از جمله در اینجا در این عنوان پایین این عنوان اصلی آمده است که علی رغم سرکوب بسیج ایرانیان خاموش نمی شود، همه آماده هستند، و به علاوه و این جنبش نشون داد که از همون ابتدای خودش، حرکت خودش در راستای حقوق زنها در واقع به حرکت در آمده و این در واقع دادخواهی در مورد حقوق زنان رسیده عملا به چی؟ به نوعی قیام، ریولت، لا ریولت، نوعی قیام علیه رژیم در ایران. و میبینید که از جمله عکسی هم که اینجا انداختن، بانوی هست که اپوش معلومه با در واقع موش و در اینجا حجاب هم که به هوا پرتاب کرده است. خب ببینید عزیزان، این حساسیت ها بسیار زیبا هستش. شما این حالت ها رو کم میبینید در مورد روزنامه، و چرا؟ به خاطر اینکه واقعا باید فکر بکنیم اگر چنین واکنش هایی در میان مطبوعات به وجود میآید، حتما یک ارتباطی داره با اهمیت وقایعی که در ایران میگذره و حتما ارتباطی داره با وضعیت خود ایران در جغرافیای خاورمیانه و در جغرافیای جهانی، ارتباطی داره با تاریخ ایران، با گذشته ایران از گذشته تا امروز، و همین ها در تمام ذهن روزنامه‌نگاران پیوسته و پیوسته چه ایجاد واکنش نشون واکنش میکنه. بسیاری از فرانسوی‌ها کسانی هستن که به محصه این که میگیم ایران، میدونن که بلافاصله در ذهن خودشون میگن ایران همون پرس و گذشته رو به یادشون میاد، راجب آن میدانند، و پس از اون میرسن به انقلاب اسلامی، به خمینی و جنایتهای او، و میرسن به مثلا آنچه که مربوط به برجام و اتم و ضدیت فرانس، ضدیت رژیم ایران علیه تمام مثلا کشورهای همسایه و همچنین علیه اسرائیل، و این درگیری که ایدولوژیک دینی که جمهوری اسلامی داره علیه جهان غرب و علیه آمریکا، همین ها در ذهن روزنامه نگاران خیلی برجسته هستش. و برابری یک رویداد به این مهمی به ناگزیر واکنش در میان مطبوعات رو به چنین شکلی در بیاره، زیرا ماجرا متعلق به یک کشور کوچک و یا یک کشور در واقع خیلی خیلی حاشیه‌ای نیست، بلکه ماجرا برمیگرده به تکانی که در ایران میخورد، به قیامی که در ایران در جریان هستش، و اون هم چی؟ بعد از 44 سال امروز میگویند ایران دوباره چه شده است؟ چگونه هستش که سال 57 انقلاب اسلامی شد، با یک توهم یک جامعه تکان خورد و پشت خمینی قرار گرفت، و پس از 44 سال آنچه که امروز در جریان هست، اگر خوب نگاه بکنیم که بسا در بسیاری از موارد از مشخصات سال 57 دیگر دور شده است. یک لحظه این دو نقطه رو با هم مقایسه بکنیم، 57 و امروز. 44 سال گذشت، تقریبا نیم قرن گذشت. ما کجا بودیم؟ ما در نقطه امید به اسلام بودیم، امید به خمینی بود، جامعه در انتظار این بود که بهشت برین در واقع در ایران به وجود بیاید، و بلیط مجانی، عرضم حضورتون که اتوبوس مجانی، آب و برق مجانی و غیر و غیره باشد، همه فریب هایی که خامنه‌ای داد، و اینها به قدرت رسیدن. و امروز میرسیم به 44 سال بعد که میبینیم وضعیت
اقتصادی مردم، اجتماعی مردم، فقر بی سابقه، دو سوم جمعیت، استبداد، ضدیت با زنان، وضعیت دشوار برای جوانان، جوانانی که مملکت خودشون رو رها می کنند و می روند، و بحرانی که در منطقه وجود دارد که برای ایرانیان همیشه و همیشه در واقع یک عامل عدم امنیت و یک عامل نگرانی برای اونها بوده. و اینها نتیجه چیست؟ نتیجه سیاست اسلامی این حکومتیان هستش. بنابراین ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که واقعا در دو نقطه زمانی و رویدادی که امروز داره اتفاق میافته، یک رویداد بسیار جالبی هست که داره برش میکنه، از 57 داره برش میکنه. شما چیزهای مشترکی دیگر نمیبینید در اینجا. 44 سال گذشت، 44 سال گذشت. یک نگاه بکنیم، نیروهایی که در این انقلاب 57 شرکت کردن، خب از سوی دیگر ایدولوژی هایی که درش عمل میکردن، اتحاد میان نیروهایی که در این لحظه بودن به حول خمینی، و همه اینها در اون لحظه بودن که میخواستن سلطنت رو در واقع نابود بکنن، و بنابراین انقلاب اسلامی که خود یک انقلاب ارتجایی بود منجر به چی شد؟ منجر به تغییر قدرت سیاسی، تغییر حاکمیت، یعنی طبقه حاکمه، قدرت سیاسی از سلطنتی در واقع گذشت، رسید به اسلامی، و از نظر طبقاتی هم تمام طبقه سرمایداری که در زمان پهلوی به وجود آمده بود و رشد کرده بودن و در صنایع مختلف در واقع جایگاهی داشتن، همه اونها کاملا نابود میشه. و یک از این طرف هم در پناه جمهوری اسلامی، قدرت مذهبی، یک طبقه راندخار که با در واقع مصادره کردن مالکیت اون قبلی ها، با نابودی کسانی که در واقع دارای مالکیت بودن، اینها رو یا کشتن یا اخراجشون کردن یا خود اونها در واقع در رفتن. و بنابراین وقتی ما می‌بینی در دو نقطه اجتماعی عملا آن اتفاقی که افتاده، قدرت دگرگون شده، طبقه اجتماعی دگرگون شده، و از جمله وضعیت مربوط به طبقه متوسط نیز کاملا متحول شده. رابطه بین افراد جامعه و دانشجویان نیز به هر حال متحول شده، به خاطر اینکه دانشجویان همیشه البته یک معمولا حساسی هستند، ولی اون دانشجویان اون زمان اکثریت بسیار بسیار وسیعشون همه تمایلات حزب اللهی داشتن. نمیگم همه، به خاطر اینکه اون در همون زمان هم بودن دانشجویانی که طرفدار سازمان‌های سیاسی چپ بودن، و بنابراین یک نوعی چنگانگی در میان دانشجویان از نظر فکری وجود داشت، ولی اکثریت اونها طرفدار خمینی بودن، اکثر اونها طرفدار شیعه‌گری بودن. حال آنکه امروز به هیچ وجه چنین چیزی نیست، طبقه متوسط کاملا از اون خط دور شده و خود امروز بیش از پیش شکست خورده، قدرت اقتصادیشو از دست داده. جوانان در واقع چه کسانی هستند؟ اینها به هیچ وجه دیگر به آنچه که به اصطلاح عنوان میشد و میل اون زمان خودشو کسب کرد، امروز دیگر به اون چیزها هرگز علاقه ندارن و برعکس ضد اونها عمل میکنن. پس به این ترتیب هست ما میبینیم که تحولات گوناگون در دو نقطه، و از جمله این تحولات چیه؟ یادمون باشه، یک، قدرت سیاسی که به وجود آمد. امروز میگویند مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر ولایت فقیه، یعنی نقض اونه. دو میبینیم که چگونه این جامعه‌ای که به شکل متحد با اون قدرت سیاسی بود، عملا به یک حرکت مبارزاتی که وجود نداشت تبدیل میشه به مرور به حرکت‌های مبارزاتی گوناگون، و امروز تبدیل میشه به یک مبارزه‌ای که در بیش از 100 شهر ایران وجود دارد، و از و در واقع ابعادش نیز نسبت به جنبش 98 نیز بالاتر رفته است. نکته سوم، شما توجه بکنید
که در این دو لحظه، لحظه انقلاب تا به امروز، زنان در اون زمان، بسیاری از زنان پذیرفته بودن انقلاب اسلامی رو، چادر به سر کرده بودن یا بر سر اونها گذاشته بودن. یه بخشی از جامعه از همون لحظه گفت نه به چادر یا حجاب اسلامی و اجباری، گفت نه، آمدن حتی در خیابون خود رو نشون دادن. ولی به مرور این بختک عظیم جمهوری اسلامی، این سرکوب گوناگون جمهوری اسلامی خودشو عملا تحمیل کرد و چادرها و یا روسری‌ها بر سر جامعه شد. ولی امروز می‌بینیم که چگونه یک چرخشی داره صورت می‌گیره که این چرخش داره چیکار می‌کنه؟ همون قاعده سال 57 رو کاملا داره زیر سوال می‌بره. و بالاخره توجه بکنید که این دو لحظه با اسلام شروع شد، با شیعه‌گری شروع شد. امروز شما کجا شیعه‌گری رو میبینید؟ در دل جامعه وجود داره، ولی در درون جنبش ها کجا میبینید؟ اون زمان صحبت از چی بود؟ در شعارها صحبت از امام خمینیشون بود، صحبت از اللهشون بود، صحبت از علیشون بود، صحبت از شریعت مداریشون، ببخشید شریعتیشون بود، صحبت از امام خمینیشون بود. همه اینها شعارهای برجسته بودن. دولت اسلامی بود. اینها کجا رفتن؟ این شعارها کجا رفتن؟ تمام. این شعارها دیگه به وجود ندارن. پس ببینید یک حادثه بسیار بزرگی در دل جامعه روی داده. این جامعه نسبت به گذشته خودش داره میگه من دیگر اون نیستم، تفاوت کرده، خواستای گوناگون و جدیدی دارد که در تناقض با این نظام حکومتی است. از سوی دیگر موقعیتش در جامعه، در جامعه ببخشید در خاورمیانه، در منطقه، از یک طرف میبینیم که جمهوری اسلامی جز بحران کار دیگه در منطقه نکرده است، ولی اگر چنانچه این روش، این فرهنگ جدید، این طوفان مبارزه منجر به براندازی جمهوری اسلامی بشود، نتیجهش در ارتباط با همسایگان خاورمیانه چه خواهد شد؟ تمام این مناسبات تغییر پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر ما داریم میشنویم نه تنها در ایران، به عنوان کسانی که دارای جرأت هستند، دخترانی که دارای جرأت هستند، دخترانی که حجاب های خود را میسوزانند، و این حرف تا کجا کل ایران رو میگیره؟ میاد در برخی از کشورهای عربی واکنش نشون دادن و در میان همین تظاهراتی هم که در پاریس بود، بخشی از خانواده ها و افراد مغربی تبار و عربی نیز وجود داشتند. و به این ترتیب شما میبینید که یک واکنشی که در این جهان مسلمان و عرب داره به وجود میآورد، چه بسا برای اونها داره مدل معین میکند. جسارت دختر ایرانی، زن ایرانی، یک الگویی داره میشه برای دیگران. دیگرانی که در چارچوب حجاب بودن دارن و دلشون نمیخواست چه بسا میبینن که یک حادثه‌ای در ایران داره اتفاق میفته. و از سوی دیگر عزیزان، همین امر شما توجه بکنید، مسئله زن، مسئله زندگی برای تمام کشورهای پیشرفته نیز در دستور کار هستش. چرا زن، زندگی و آزادی در اینجا گفته می شود؟ به خاطر اینکه نه تنها آنچه که ما گفتیم و درست هم گفتیم در ارتباط با ایران، اهمیت ایران، ولی در این حال این گونه عنوانها در جامعه اینجا نیز مهم هست، برای مردمان اینجا نیز مهم هست. جلوگیری کردن از فرهنگ مرد سالار ضد زن که داری میگه ببینید زنان ایرانی بلند شدن،
ببینید زندگی، زندگی چیست؟ ما میخواییم زندگی، زندگی چیست چیست؟ ایرانیان میگن زندگی، پس منظورشون چیست از زندگی؟ یک پرسشه، فقط پرسشی نیست به معنای فلسفیش، اونو حتما فیلسوفان راجبش فکر میکنند، بلکه در ضمن زندگی روزمره، زندگی با آرامش، زندگی با کرامت انسانی، زندگی توأم با عدالت، زندگی آرام برای فرزندان، تندرستی اونها، بهداشت اونها، خانه و مسکن برای اونها. خب این زندگی در ایران داغون شده است برای ایرانیان، ولی در این حال این زندگی هم برای کشورهای جهان و از جمله در کشورهای اروپی، ولی میخوان پیوسته یک زندگی توأم با آرامش داشته باشند، شاد باشند. زندگی که افسرده است، زندگی که دستخوش یأس هست، این دلایل مختلفی دارد. تحلیل میکنن جامعه شناسان، روان شناسان. خب همه جوامع مانند هم نیستن، در جوامع مختلف عوامل گوناگون عمل میکنن و چه بسا یک پدیده به ظاهر مشترک به وجود اومده، ولیکن بر اساس عوامل گوناگون هستش. خب به عنوان نمونه در جامعه ما یأس بخشی از جوانان ما هست، بله، ولی چرا؟ به خاطر اینکه سیستم همه چیز رو بسته، همه چیز رو از دسترس خارج میکنه، ظلم میکنه، سرکوب میکنه، شرایط امنیتی برای جوانان وجود ندارد و به همین خاطرم جوانان 150 هزار نفر هر سال میخوان کشور خودشون رو ترک بکنند. پس بنابراین هم یأس وجود دارد، هم تلاش برای زنده ماندن به عنوان یک جوان. خب در کشورهای دیگه هم لایه‌هایی از دانشجویان بله دستخوش یأس میشوند. همین دوران کرونایی، همین فرانسه، لایه‌های درصدی از جوانان دستخوش چی شده؟ دستخوش دپرسیون شده. از نظر روانی دستخوش نوعی یأس شدن. بله اینها هست. آنچه که در اینجا می‌بینیم الزاماً دقیقاً همون عواملی نیست که در جای دیگر می‌بینیم. بنابراین در جامعه خودمون اگر می‌بینید که بخشی از جوانان تلاش می‌کنن که در واقع بیان بیرون، یا از میان اونها کسانی هستن که دارای یأس نسبت به واقعیت جامعه هست، و یا کسانی هم که میخوان بمونن، وقتی میبینن این همه بیکاری، این همه مشکلات و فقدان همراهی با جوانان هست، خب اونها هم در واقع چه؟ در خسته میشن. پس بنابراین مسئله این هستش که ما توجه بکنیم این گونه عنوانها در ضمن عنوانهایی هستش که یونیورسله، برای همه جهان هستش. و ایران یک زمانی گفت انقلاب اسلامی، حالا آمد بیرون دیگه انقلاب اسلامی نمیگه. ولی چه چیز رو مطرح میگه؟ ارزش هایی که برای بشر مترقی در جهان مطرح هستش. اون موقع میگفت انقلاب اسلامی، زنده باد انقلاب اسلامی. و تنها ایران بود که این حرف رو زد، و توسط یک سلسله از نیروهای سیاسی در برخی کشورهای عربی نیز مطرح شد. انقلاب اسلامی، عدل الهی و چنین حرفهای ابلهانه. ایران جدا کرده بود خودش رو از بقیه جهان، از کاروان ترقی و کاروان متمدنانه جدا کرده بود. ولی امروز از دل جامعه داره فریاد برمیاره که من چه چیزی میخواهم؟ ارزش های من کدامن؟ ارزش های من زن، زندگی، آزادی. شما اینو از همه انسان ها در روی این کره زمین سوال بکنید، بگید که آیا در مورد زن، زندگی، آزادی شما نگاه
مثبتی دارید یا نه، این رو میخواهید یا نه، این رو میخواهید بهش احترام بگذارید یا نه، همه اونها بله خواهم گفت، مگر بخش مربوط به فناتیکا، ایدولوژی اسلامی اینها رو رد خواهد کرد. در بر اون کسانی هم که میگن بله الزاماً و عمیقاً میتوانند اعتقادی نداشته باشند، ولی به عنوان ورزش ارزش‌های عمومی جامعه بشری بله، احترام به زن بله، نقش زن، چه کسی میتواند نقش زنان را در این جهان قرن 21 نفی کند؟ فقط اسلامیست ها هستن که میان نفی میکنند. کدوم زندگی بهتره؟ زندگی در درون دیکتاتوری یا زندگی در درون یک دموکراسی؟ و آزادی بر چی میخواهید؟ در درون قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی میگویند برای آزادی مطبوعات، آزادی بیان آزاد هست، فلان فلان فلان، ولی دوستان عزیز، ولی یه جمله رو براتون بخونم. بله، اصل 27 قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح مشروط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است. خب این طبیعیه که بگیم که در اجتماعات، در راهپیمایی ها کسی نباید اسلحه داشت، اوکی. خب ولی اینجا میگه چی؟ در قانون فرانسه میگه اصل برگزاری راهپیمایی به اصطلاح فعالیت های اجتماعی آزاد است و راهپیمایی ها شما یه اجازه میگیری برای اینکه امنیت اون نقطه تامین شه از جانب پرفکتور، از جانب پلیس، ولی قانون میگه آزاده و پرفکتور هم در یا پلیس هم بهتون هیچ گونه مسئله به وجود و آزاد به شما اجازه رو میده. ولی این میگه چی؟ میگه مشروط به آنکه مخل نسبت به مبانی اسلام نباشد. یعنی هر تظاهراتی که اینها باب میلشون نیست میگن که این اسلامی نیست، بنابراین حذفش میکنن. فقط دار دسته های خاص خودشون رو به اصطلاح اجازه میدن که بیان در درون خیابون ها با پول هایی که ریخته شده، با ساندویچ ها، با غذا دادن ها، با گدا صفتی و با سیستم های تبلیغاتی که پشتش قرار داره، بله برای شما راه پیمایی میگذارند. اونا اسلامیه، اونا اجازه دارن، ولی کسان دیگه که مسئله شون اساسا دین نیست در این نقطه، میخوان بیان بگن که ما کشوری میخواهیم که درش فساد نباشد و میخوان تو خیابونا راه برن و اینو بگن، اینا حق ندارن. این بند مبانی اسلام نباید را به اصطلاح نفی بشه. بنابراین پلیس جمهوری اسلامی، دادگاه های جمهوری اسلامی، گشت جمهوری اسلامی، بسیج جمهوری اسلامی، هر کدوم از اینا به شکل کل به اصطلاح جمعی یا تک تک اونها یا از بالا یا از پایین میآیان جلوی شما رو میگیرن و با سرنیزه، همچنین با چماق و با اقسام سلاح‌های گوناگون به سر و روی تظاهر کنندگان میزنند. پس ببینید عزیزان، انقلاب که در جامعه ما روی داد، این انقلاب یک نقطه یک گسسته، یک نقطه چرخشه، یک نقطه در واقع دگرگونی بنیادینه. بنا به دلایلی خدمتتون عرض کردم، شعارهاش، رهبریش، اون لحظه و امروز، و یکی دیگر از
ویژگی های این دو نقطه که باید شما در نظر بگیرید چیست؟ گفتیم ولی به طرز دقیق تر میخواهم خدمت رو عرض بکنم. گرایش زنانه در این جنبش کنونی هست. اون زمان زنان زیر پرچم اسلام بودند. در واقع زنی به معنای مدرنش وجود نداشت. اکثریت جامعه زیر پرچم زینب بودند. فاطمه بودند. بودند کسانی که گفتند نه به حجاب اسلامی، ولی به هر حال یک اقلیت بودند. متاسفانه. ولی فرهنگ غالب در جامعه فرهنگ نفی زن بود. بنابراین شما نمیتوانستی در اون حرکت 50 سال پیش 44 سال پیش گرایش به سوی زنان ببینید. وقتی میگیم گرایش زنانه یعنی جنبشی هست که در درون خودش تمایل و خواسته های زنان رو منعکس میکند. یعنی چی؟ نه اینکه زنان بخوان طرفدار زینب باشند و به اربعین برن، اینکه اساسا جز بلاحت چیز دیگری نیست، اینکه در واقع زنان به سوی حقوق برابری خود با مردان بروند، به سوی نقش اساسی در سوی در اصل جامعه بروند. بنابراین وقتی که گفته میشه گرایش زنانه اون زمان وجود نداشت، بله به همین دلایل. کجا از مسئله زنان در واقع صحبت میشد؟ زنان که زیر چادر و زیر حجاب بودن، زنان که در واقع در تمام تصمیم گیرای اصلی جمهوری اسلامی هیچ موقع برای اونها در نظر نگرفت که اینها نقشی داشته باشن، مگه غیر از این بود؟ و از همون فردا شروع کردن، فردای انقلاب شروع کردن به سرکوب زنان. به خاطر چی؟ به خاطر حجاب، گاه شدید گاه یکمی ضعیفتر، ولی همه جا چشم این جامعه مزاحم داره نگاه میکنه که گناه زن رو بشماره. زنی که میخواد بره لب دریا در بندر پهلوی قدغن است. زنی که میخواهد موهای خود رو در باد بگذارد قدغن است. زنی که میخواهد نقش برجسته‌ای در جامعه انجام بدهد نمیتواند. بانویی که میخواهد عاشق باشد، میخواهد ببوسد، نمیتواند. بانویی که میخواهد از تمام سطحایی که جمهوری اسلامی در ارتباط با مسئولیت‌های در داخل اداره ها و ارتش و غیر و ذلک گذاشته، میخواهد اینا رو بشکنه، ولی نمیتواند. بنابراین جامعه دشمن زن هست. این جامعه یعنی منظور من حکومت دشمن زن هست و بقیه این جامعه در واقع خموده میکنه خودشو، عادت میکنه، واکنش دیگه نشون نمیده. خود جامعه نیز بیمار میشه عزیزان من، بیمار. ولی این جامعه که به این ترتیب هست میاد جلو، در لحظه 88 شرکت میکنه، میگه رأی ماها کو، میان جلوتر به 96 میرسن، زنا رو ما میبینی دارن برمیگردن، به 98 میرسیم، زنان هستن در مبارزه دارن شرکت میکنن، ما میبینیمشون و میرسیم به 1401 و در اینجا هست که صدای زن بلند میشود. گرایش برجسته این قیام همانا گرایش زنانه آن است. با مرگ تراژیک مهسا امینی،
جرقی پرید، چیزی روی داد. یک زن جوان توسط نیروی اهریمنی اسلامی کشته می شود. برای چی این فرد رو می کشند؟ کسی که سرشار از آرزوست، کسی که میخواد به دانشگاه بره، برای خودش پروژه های مهمی داره، ولی میکشنش. به خاطر حجاب میکشنش. یک عده مرد مرتجع نظامی زیر دستور فرماندهشون انقدر این فرد رو ضربه میزنن که در واقع باید بمیره. 11 ضربه به مغز او وارد میکنند. خب اگر این جنایت نیست پس چیست؟ تک تک این افراد ما باید دنبال اونها باشیم. تک تک این افرادی که امروز به نحوی شرکت مستقیما داشتن یا اون کنار اونها بودن، در درون اون گروه بودن، همشون مسئول هستن، همشون در جنایت سهیم هستند. اینها رو باید شناسایی کرد. باید شناسایی کرد. یک گروه اسلامیستا فرزند ما رو کشت. این گروه چه ترکیبی دارد؟ ولی به هر حال این حماسه به وجود می آید زیرا مهسا کشته می شود. یک قتل دولتی هست. و وقتی که می بینیم مانند تمام موارد دیگر، تمام عمال حکومتی در جستجوی چی هستن؟ بله نمی دانیم، معلوم نیست چی بوده، این دختر چه بسا خودش در از قبل در واقع بیمار بوده. عرضم حضورتون که اصلا هیچ اتفاقی در درون پلیس اتفاقی نیفتاده. یک وینوم در واقع سانسور میکنن، اولش نشون میدن، آخرش نشون میدن و پس از اون در واقع بقیه همه حذف شده. همه اینها، همه این کلک ها یه بیشرمانه توسط یک حکومت صورت میگیرد و مردم میبینن که چگونه میشود تحمل کرد. و این مرگ این دختر تبدیل میشه به یک انزجار، خشم، خشمی زنانه و خشمی شهروندانه، خشمی همگانی که کسی که عامل این قتل هست باید حساب پس بدهد. و از اونجایی که جمهوری اسلامی از عمال خود همیشه اونها رو در واقع پناه داده و هرگز در جستجوی عدالت نیست، بنابراین مردم دیگر می دانستن که عدالت اگر هم بخواهد بیاید فقط به اعتبار جنبش اونها خواهد بود و در درون این نظام امکان عدالت وجود ندارد. این گرایش زنانه امروز به این ترتیب هست. نگاه کنید به این فیلم ها، دختران جوانی که با گیسمانی در باد میانش آتش روشن میکنن، فریاد میزنند، پلیس رو به مسخره میگیرند، در کنار عزیزان خودشون مرگ بر ولایت فقیه میگویند و به این ترتیب هست که ما میبینیم که این گرایش زنانه بیش از پیش خودشون نشون میده. موهای خود رو میزنند. روسری های خود رو برباد می دهند. یعنی چی؟ در آتش می افکنند. و این یک معنای عمیق تاریخی داره. در کشوری که خود رو به عنوان اسلامی داره تعریف می کنه به لحاظ جباریت اسلامی، سمبل که یک امر برجسته و در واقع ببخشید حجاب که یک امر سمبل و نشانه برجسته از این ایدولوژی اسلامی آخوندی هست، این چی میشه؟ این حجاب به گندام در میآید.
در آتش سوخته می شود تا میکروب اون به جاهای دیگر نفوذ نکند. چه کسی این کار رو کرد؟ این ایده از کجا آمد؟ از درون جوانان آمد، از درون جامعه زنان ایران آمد. پس بسوزانیم. آتش روشن کردن و حجاب‌های خود رو در میان آتش افکندن و این صحنه، این ذهنیت تبدیل به یک ذهنیت جهانی شد، به یک ذهنیت جهانی. همه گفتن عجب، و واقعا هم عجب بود. تمام کشورهای غربی که به هر حال میبینن خانم‌های با روسری و غیر و ذالک اینا، ولی بسیاری از این واقعه خوشایندشون نیست، ولی به هر حال عادت کردن این چنین است. چه بسا خودخوری بکنن، چه بسا دشنام بگوین، ولی به لحاظ قانون و به لحاظ مدارای اجتماعی در واقع این رو عملا پذیرفتن. ولی به ناگهان خبر می آید که در ایران زنان مسلمان حجاب‌های خود رو به آتش می افکنند. خیلی معنا داره. پس این حادثه بزرگ نتیجه چیست؟ نتیجه همان گرایش زنانه است. زنها بودن که همیشه روشون فشار اومده، سرکوب شدن، ستم بهشون وارد شده، مرتب و مرتب در این گشت های گوناگون دستگیر شدن، با دلهوره آمدن بیرون، با استرس آمدن بیرون. برخی از اونها رو گرفتن، مصاحبه کردن که تو چی هستی، کی نیستی، چه ارتباطی داری، غیر و غیره. بردنش یا به اصطلاح نصیحت کنن، یا با چوب و چماق بزنن، یا جریمه بکنن. همین ها یعنی ایجاد یک فضای وحشت برای دختر جوان. و بقیه هم به نحوی میگن خب چنینه. ولی این چنینه شکست و تبدیل شد به یک آرمان خواهی که در ایران و جهان هست. آرمان خواهی به چه معنا؟ به این معنای که در گفته میشود زن، زندگی و آزادی. آرمانی برای آزادی، آزادی فرد، آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی رفتار، آزادی در زمینه عاطفه و عشق بازی، آزادی برای که به جای دیگری برود، برای که دارای خیالهای بسیار بسیار بلند پروازانه باشد. پس یادمون باشه گرایش زنانه این قیام بی سبب نیست، نتیجه و محصول یک عمر سرکوبه از جانب اسلام، از جانب آخوند، از جانب قدرت سیاسی. و امروز زنان میگوین بس است. حال نکته دیگه ای که بپردازیم عزیزان این سوال هست. جنبش کنونی رابطش با اصلاح طلبان چیست؟ اصلاح طلبان کجا هست؟ جامعه نسبت به ولایت فقیه خبری ندارد و به قول تظاهر کنندگان این رهبر الدنگ معلوم نیست کجاست؟ آیا مرده؟ آیا زنده است؟ آیا به زودی
کسی رو که قبلا روزهای پیش مرده بعدن اعلام میکنن، در این لحظه اگر اعلام بکنن آیا جامعه اعتراضی نیروی بیشتری نمیگیرد که پارو رو گاز بذاره بره تا تهش و به این جمهوری ننگین اسلامی پایان بده؟ بنابراین این به قول تظاهر کنندگان رهبر الدنگ نمیدانیم کجاست. ادهی میگوین نه زنده است و نتیجه این هم این بودی که به دنبال روزهای اول تظاهرات آمد و صحبت کرد، منتهای مراتب فقط در ارتباط با چی؟ در ارتباط با جنگ زمان صدام صحبت کرد، هیچ اشاره به امروز نشد و نگفت. که معمولا وقتی که حرف میزند در ضمن به وضعیت کنونی جامعه اشاره میکند. خاطرتون هست به قول عزیزی میگفت اون دوران مربوط فکر میکنم به 88 بود که گفت دست علیلی دارم، جان علیلی دارم، یک مقدارم گریه کرد عوام فریبانه که مردم رو تحت تاثیر قرار میدهد. این جنایتکار صحنه میسازد، بازیگر هست و امروز نمیدانیم. شما هیچ اطمینانی ندارید که وضعیت این خامنه‌ای به چه صورتی کجاست. میگویند دومین جراحی خود رو داشته، قبلی در باره پروستات، این بار در ارتباط با تنگ شدن معده. که به هر حال ما این نکات رو گاه به گاه در برخی روزنامه ها میبینیم، ولی که نمیتوانیم با جرأت و دقت نظر اعلام بکنیم به خاطر اینکه فقط روی فرضیه ها داریم حرکت میکنیم. حالا از سوی دیگر اصلاح طلبان، اونها خاموشند. کجان؟ آقای خاتمی کجاست؟ کجاست؟ اینهایی که پیوسته میگفتن ما هستیم و به شکرانه خواستای ما میخواییم کرسی داشته باشیم و ما میخواییم در انتخابات شرکت کنیم و ما میخواییم سایت خبری داشته باشیم و روزنامه داشته باشیم و غیر زاده، اینا کجا ندان؟ استراتران کجا هست؟ استراتران در ایران هست عزیزان، منتهای مراتب اون صدایی رو که در سالهای پیش شنیده بودن، اصلاح طلب، اصولگرا، این دیگه ماجرا تموم شد. یعنی به دو بخش هیئت حاکمه گفتن ماجرا تموم شد، که ما فریب بخوریم تموم شد، که پشتیبان یکی از دو بخش شما باشیم تمام شد، هر دوتاتون محکومید. ولی که الان سکوته. چرا؟ به خاطر اینکه به واقعیت جنبش نگاه کنید، به محتوای این جنبش نگاه کنید، به رادیکالیزم جوانان و دختران نگاه بکنید. آیا چنین فضایی، چنین رادیکالیزمی به اصلاح طلبان اجازه میداد که نقش ایفا بکنند و خود رو با این جنبش همسو و همساز بدانند؟ نه. از سوی دیگه اصلاح طلبان توسط آیت الله تبهکار اصلی که در سر قدرت هست پس کردنی به اینها زده، به اینا لگد انداخته. خب چه کار میکنه اینها؟
دلشون نمیخواد از این جنبش حمایت بکنن، به خاطر این جنبش نتیجهش نفی جمهوری اسلامی است و اصلاح طلبان جمهوری اسلامی تلطیف شده میخواهند. بنابراین موندن چیکار کنن؟ نمیتونن جانب اسلام رو بگیرند. یعنی چی؟ به خاطر اینکه جنبش در واقع رد میکنه اسلام سیاسی اینها رو. اونا نمیتونن باز با نام اسلام و اسلام رحماری بیان جلو. جامعه داره میگه نه. مردم میگه مرگ بر ولایت فقیه. اصلاح طلب ولایت فقیه تلطیف شده و شورای شده رو میخواد. بنابراین چیکار کنه؟ این همه آدم هایی که هستن میگه مرگ. باید تحلیل کرد. فرصت و شانس و امکانی برای اصلاح طلب نموده. از کجای این جنبش برای خودش استفاده بکنه؟ نمیتواند. پس برابری باید محکوم بکنه. و به خمینی و به خامنه‌ای بگوید که ما تو رو داریم، منتها در این زمینه هم نمیتواند آشکار را بگوید، به خاطر اینکه به هر حال داره فکر میکنه که فردای دیگری اگر اوضاع باز دوباره یه مقدار به اصطلاح آرومتر بشه اینا چیکار کنم. بالاخره مجددا تمام اون تکنیک ها و تاکتیک های خودشون رو دوباره میارن توی دکان بقالی هاشون به نمایش میگذارند. پس چیکار کنم؟ اصلاح طلبان خاموشند. برخی از نو اندیشان یک کمی از خودشون نوعی همسویه با جنبش رو میدن، منتها تحت این امید که اگر هم نو اندیشان دینی نوعی حمایتگری در خودشون نشون میدن نسبت به جنبش، این هستش که به حال این جنبش خیلی هم رادیکال عمل نکنه و پس فردا نکنه زیر اسلام سیاسی رو بخواد بزنه، حکومت جمهوری اسلامی رو به طرز قطع نابود بکنه. اصلاح طلبان فلجن، بدبختن، تمام کساشون برملا شده، تمام این جنبش ها شعارهایی که داده می شود هیچ گونه نزدیکی با اونها ندارد. جمهوری اسلامی میکشد، اینها ساکتند. مردم میگویند مرگ در ولایت فقیه، اینها ساکتند. خب خود اونها چی میگویند؟ اینجا این وسط جایگاهی نیست. یکی میکشد، یکی از خود دفاع میکند. یکی میکشد، دیگری میگوید زن، زندگی و آزادی. آزادی میگه شما کدوم قبول دارید؟ شما نمیتوانید راحت باشید، شما نمیتوانید راحت باشید. اصلاح طلبا امروز در حالت برزخ هستند، در فکر این هستن که چجوری از این جنبش سوء استفاده بکنن، ولی قلبشون کجاست؟ روی ادامه کاری جمهوری اسلامی. قلبش اونجاست، قلبشون در مشهده، قلبشون در امام هشتم هست، قلبشون در پیش امام جعلی دوازدهم هست، قلبشون روی پول هاست، روی چپاول هاست،
قلبشون اونجاست که اونها هم سهمی داشته باشن. آخر بنابراین اصلاح طلبان گیجن و در ضمن دارای امتیازاتی هستن. بچه های یه سری از اینها به امتیازات مهمی رسیدن، نمیتوانن علیه جمهوری اسلامی بجنگن. در ضمن جمهوری اسلامی در نهایت یک ایدولوژی شیعه است، اونها موافق ایدولوژی شیعه هستن. آخه اینها وابستگی روانی با هم دارن. آخوندها با نو اندیشان و اصلاحاتان از نظر فکری در بنیادهای عاطفی و ایمانی خودشون محکم کنار هم هستن. عزیزان مطمئن باشید. به این ترتیب الان ما میبینیم که اصلاح طلبان اگر چیزی نمیگوین به خاطر اینکه نمیتونن طرفدار این جنبش باشن و از سوی دیگه هم عصبانی هستن از تمام بیمهری های آخوندهای گردن کلفت و بنابراین میگوین چه کار بکنیم. اگر بیایند به سمت جامعه و جنبش موضع گیری بکنن، خامنه ای خدمت اونها میرسه. اونا میترسن. اگر به طرز اوریان و سری به طرف خامنه ای که تا به حال بهش انتقاد میکردن برن، بنابراین احتمالاً برای لایه ای که در اجتماع هنوز اونها دارای نفوذی هستن، اون هم به طرز قطعی نابود خواهد شد. به اصلاح طلب هرگز، دوستان هرگز اعتماد نکنید. اینایی که میگم بله جمهوری اسلامی باید تصحیح کرد، باید یه جنبه‌هایش رو درست کرد. جمهوری اسلامی به هر حال مثل همه رژیم‌های دیگر هستش، این هم در واقع قابل اصلاح میتونه باشه. برای میبینی که انتخابات وجود داره، بله برخی اشتباهات هم در انتخابات بوده، برای انتخابات وجود داره، بله. میدونی که تاجدار رو از انتخابات ریاست جمهوری پرتابش میکنن بیرون، ولی که برها اینا باز در جستجوی همین انتخابات در درون همین نظام هستن. یعنی یه سری اشتباهاتی انجام میگه توسط برخی از روحانیون، نه اینکه کل نظام بده. تو هم مطرح میکنن که بله به هر حال این نظام نظامی هستش که اگر برخی از جنبه های افراطیش تصحیح بشه خوب خواهد شد. یعنی اصلاح طلبان به ساختار قدرت سیاسی هرگز نمیخواهند دست بزنند. قدرت سیاسی که ولایت فقیه باشه، شورای نگهبان باشه، مجلس خبرگان باشه، مجلس باشه، قوه قضاییه باشه، سیستم اجرایی باشه، همه اینها رو هرگز نمیخواهند دست بزنند. عزیزان من، اینها همان بخشی از اون طبقه حاکمی هستند که نفعشون در ادامه همین ساختار سیاسی موجود در جامعه ایران هستش و اینها وابستگی های پنهانی و خانوادگی دارن با هم. مطمئن باشید بین آخوندها، بین اصلاح طلبان، بین نظامی ها. اینها رو برید پشتش نگاه بکنید. خب نکته دیگریم در نظر بگیریم و پس از اون به پایان صحبت امروزمون برویم عزیزان، و اون این است: یک پرسش اساسی. با توجه به اطلاعاتی که نسبت به این جنبش دارید، نکاتی رو که امشب با هم دیگه در میان گذاشتیم، آیا جنبش کنونی در ایران یک جنبش ضد مذهب هست
یعنی به عنوان یک جنبش ضد مذهبی باید ارزیابی کرد، یا یک جنبش متمایل به جنبه سکولار و لایک. این خیلی مهمه. ببینید عزیزان، روشنه که در جامعه باید علیه مذهب اسلام باید مبارزه انجام بگیره و من روشنفکر این محور رو هرگز فراموش نخواهم کرد. من به عنوان فرد دانشگاهی روشنفکر به کار خودم ادامه خواهم داد و دیگران هم که در همین چنین قاموسی هستند باید کار خودشون رو ادامه بدن. ولی ما بحثمون راجع به این جنبشه. کسانی که در این شرکت میکنن چه کسانی هستن؟ بسیاری از اینها افراد دینداری هستن. حالا میتواند یکی از گرایش هایی در اسلام باشه و یا در درون دینهای دیگر باشد یا حتی ناباوران باشد. وقتی که اینها آمدن و حجاب رو هم میسوزانند منظورشون چیز؟ طبعا روشنه که این سمبل اسلام هستش، ولی در برابر گشت ارشاد واسدن میگن تو و شنیدی میگن بیشرف 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 اون کسی است که آدم میکشه، بیشرف اون کسی است که فساد میکنه و افراد محروم رو نابود میکنه، بیشرف اون کسی است که از این خانه ما بهره میبرد و به روی انسانها تیر میاندازد. خب بنابراین دختران وقتی که این کار رو میکنن دارن مقابله در ذهن میکنن با چی؟ هم به اصطلاح اسلام سیاسی، هم حکومت ستمگر. شعارها علیه امامان و علیه الله و اینها نیست، مضمون مبارزه ضد چیست؟ ضد در واقع سلطه اسلامی و برای آزادی زن، ضد حجاب که بتواند آزاد باشد. پس در این حالت این جنبش به چه چیزی نزدیک میشه؟ آیا به عنوان یک جنبش ضد مذهبی نزدیک می شود و یا به یک جنبش سکولار و لایک که خواهان جدایی دین و مذهب از قدرت سیاسی هست نزدیک می شود؟ به نظر من دومیست. دومیست عزیزان. یعنی چی؟ یعنی جنبشی هست که تمایل لایک رو در خودش برجسته میکنه. برجسته میکنه. میگه توی دولت نباید بر من مداخله بکنی که گشت بگذارد و به من فشار بیاره و منو بکشه. و همون کسی که این حرف رو میزنه خودش بسا سفره بیاندازد و در خلوت خودش به دین خودش پایدار پایبند باشه. حتماً در مورد بسیاری این چنین است. ولی از این دین مزاحم، از این دین ژاندارم، از این دین پلیس، از این دین چماق به دست بیزار است. دختران، زنان از این دین زمخت چماق به دست و در پناه دولت بیزار هستند. یادمون باشه حکومت لایک یعنی چی؟ یعنی حکومت لایک، من نمیگم سکولار، برای اینکه لایک دقیق تر هست عزیزان. شما هم پیشنهاد من این هستش که بیشتر واژه لایک رو استفاده بکنید، یعنی نوعی مدلش در فرانسه بوده ولی که ما باید به ویژگی خاص ایرانیش نیست توجه بکنیم، یعنی که حکومت
یعنی چی؟ ارتش، دولت، سیستم قضایی، دانشگاه ها، سیستم آموزشی، اینا همش میشه دولت. اینها باید از امر دین و مذهب جدا باشند. یعنی چی؟ یعنی دین و مذهب در درون فلان وزارتخانه و ارتش و سپاه و دانشگاه و غیر و غیره نفوذ نکند که بگوید دین رو باید اجرا کرد، دین رو باید به احترام گذاشت و احتمالا اون بالا میگه بسم الله بنویسد و اون طرف هم در واقع چیکار کنه، عکس محمد بذاره یا عکس خامنه یا خمینی رو بگذاره. نه، این ارتباط باید قطع بشود، باید قطع بشود. تمام نظام حکومتی جدای از دین و قوانین ایران هم به همین ترتیب. قانون اساسی جمهوری اسلامی یک قانون اساسی شیعه‌گری مرتجع و مستبدانه است. تمام این قانون اساسی رو باید دور ریخت. ننگی برای آزادی است قانون اساسی، سرشار از آیه و از روایات الهی و امام دوازدهم غیر ذلیک هستش. این بنابراین لایحه‌ای نیست. جنبش ما کسانی که در این روزها در خیابان ها هستند چی میگویند؟ میگویند آزادی. میگویند مرگ بر جمهوری اسلامی. میگویند چرا ثروت ما در منطقه داره مصرف میشه. به کی دارن خطاب میکنن؟ به دولتی که ایدولوژی دینی دارد، به نام الله، به نام علی، به نام حسن، به نام حسین داره حکومت میکنه و شما را چیکار میکنه؟ سرکوب میکنه. زیرا میگوید که من دارای تقدس الهی هستم که شما را سرکوب میکنم. پس سرکوب یک امر الهی هست. برای کی؟ برای الله در آسمان ها و برای اولوالامر در روی زمین. و اولوالامر چه کسانی هستند؟ اولوالامر آنچه که قرآن گفته است، کسانی مانند آقای خامنه‌ای هستند، خمینی و تمام این آخوندهای کله گنده که به نوبت می آیند و بر ما جامعه ما حکم می رانند. به این ترتیب جنبش ضد به اصطلاح مذهبی ها که نیست، یعنی دینداران نیست، و در آفیش خودشم علیه یک دین معینی اعلام جنگ نمی کند، چرا که خود این افراد در واقع دیندار می توانند باشند و بخش مهمشون چنین است. ولی اون چی که مورد اعتراضشونه و مورد توجهشون و مورد مبارزه هستش، تمام اون دینی هست که به شکل‌های گوناگون قانون، چماقدار، دادگاه، خامنه‌ای، نهادهای گوناگون خود رو متبلور کرده است. میگویند ما اینها را نمی‌خواهیم. روشن شد؟ پس این جنبش جنبشی متمایل به لایسیته است. کنار زدن مذهب در عرصه جامعه، کنار زدن مذهب در زندگی اجتماعی که خودشو میخواد به عنوان قانون الهی چیکار کنه؟ تحمیل بکنه. در خیابانها چادر الهی باید باشد. در ادارها حجاب الهی و حجاب حسینی و زینبی باید باشد. یعنی خود رو به این ترتیب تعریف میکنه و میاد در درون اداره، میاد در درون میدان ها، میاد در درون خیابان ها و کوچه ها، میاد در درون ورزشگاه ها و غیر و غیره و میگوید من فقط حجاب هستم که مورد قبول باید باشم، حجاب اسلامی.
و این حجاب پشتش کیست؟ نیروی حکومتی است، دستگاه‌های حکومتی، دستگاه‌های نظامی هستند. گشت یک جنبه از مجموعه این نظام اهریمنی و سرکوب است، یک جنبهش. شما نمیتوانید خواهان این باشید که به عنوان در واقع افراد مترقی و عمیق نمیتوانید بگید که بله خوبه که گشت دیگر نباشد و کار ما خوب شده است. به هیچ وجه. گشت برود بسیجی ها چی؟ بسیجی ها برون پاسداران چی؟ لباس شخصی ها چی؟ اینا همه نیروی سرکوب برای جامعه. ما کل نظام رو باید نشانه بگیریم، کل نظام. مردم در ضدیت با گشت آغاز کردن ولی دارن میرن. کجا دارن میرن؟ علیه کل نظام دارن جلو میرن. در ذهنها شکست، اون تقدسی که اونها اعلام کرده بودن، و به این ترتیب این شکستن این تقدس تبدیل به انرژی علیه نظام شده است. بنابراین جنبش لایقه. ولی کار ضد مذهب در جامعه باعث شده توسط روشنفکران با نقد چی؟ نقد قرآن ادامه باید پیدا کنند. نقد احادیث، نقد روایات، نقد تمام خرافه های امام پرستی در ایران، نقد مربوط به امام دوازدهمی که هرگز وجود نداشته است و یک دروغ بیشتر نیست، نقد تبهکاری های امامزاده ها، اینها همه باید مورد نقد قرار بگیرد. نقد اینکه چجوری قرآن ساخته شد، از آسمان نیامد، بلکه خلفا قرآن رو ساختند. عزیزان این نقد باید ادامه پیدا بکنه. پس آنچه مربوطی به جنبش کنونی میبینیم، جنبشیم به سوی آزادی تمایل دارد، به سوی دموکراسی تمایل دارد، به سوی حکومت بعدی به عنوان یک حکومت سکولار و یا لایک تمایل دارد، به سوی برابری حقوقی زن و مرد تمایل دارد، که باید گفت آفرین، ادامه بدهید. و همه مردم متحد در کنار هم ایستادن، تهرانی و کرد و بلوچ و تبریزی و اصفهانی و کرمانی و بندر عباسی و قشم و کیش و رشت و بابلسر و تجریش و کل مناطق تهران و کرج، شهرهای گوناگون مشهد، خراسان بزرگ، همه اینها در جوش خروش هستند. از تبریز تا زاهدان، از مشهد شمالی گرفته تا جزیره کیش، همین ها میگوین نه به جمهوری اسلامی. بنابراین ملت ما به اعتبار این جنبش یکی شده. گروهک هایی که در یک زمانی میامندند و به عنوان فرقه خود، قوم خود، حرف های عجیب و غریبی زدند و پشت این حرف ها یا نادانی بود یا پول دیگران بود، خوشبختانه این جنبش آمد همه اینها رو فعلا شست. ما شدیم یگانه، یکی. آفرین بر مردم ایران، آفرین بر مهسای عزیزی که از بین رفت ولی یادش ماند و آرزوهای یک نسل برای کل جامعه ایران در حال
انقلاب و در حال قیام هستش. این آرزوها باید به جایی برسند. از کردستان تا تهران، از تهران تا تمام ایران یک صدا هست، یک صدا. این یک ارزش بسیار بسیار بنیادینی هست. عزیزان من، یاد اون باشه، ما همه مردم ما از درازی تاریخ اگر بهش نگاه بکنیم، بریم اون تها 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 تها، ماها همیشه در کنار هم بوده ایم. در این جمهوری اسلامی بیش از گذشته نارسایی ها به وجود آوردن که ما رو بشکنن، که ما رو تیکه تیکه بکنن، که قدرت ما رو در واقع تجزیه بکنن. ولی جنبش بلند شد، گفت ما همه با هم هستیم. و جلادان و آدمکشان اسلامی و آخوندهای مرتجع، همه و همه در واقع اینها مسبب بدبختی و مسبب چی هستند؟ این که ما رو تجزیه بکنند. بنابراین همه جا هستند. و اینو ما در تظاهرات بیرونی میبینیم عزیزان من، نه تنها در داخل، که اونها بر ما درسی شدند در تظاهرات گوناگون. به وضعیت ایرانیان در یک سال پیش نگاه کنی، در همه جا در واقع جدال و جنگ بود، را در ارتباط با پرچم، در ارتباط با گروهک ها و غیر ذلک، شوونیست های رنگارنگی که بودن. امروز بروید شرکت بکنید و کیف میکنید. در بسیاری، نه همه، هستند باز دوگماتیست ها، هستند باز افراد عقب افتاده سیاسی که تنگ نظر هستند، که خواهان همگرایی نیستند. اینها ادامه همون گرایش های سابق هستند. ولی بخش مهمی از ایرانیان در این چند روزی که گذشت دیدم، از همه نقاط ایران متحد در کنار هم ایستادند، یک شعار رو میدن. در این حالی که ما میدانیم اینها متفاوت هستند، خیلی روشنه، خیلی طبیعی، رنگارنگ هستیم ما، ولی در این حال متحد شدیم در برابر جمهوری اسلامی. و زمانی هم که این امر به پیروزی برسد، مبارزه های فکری سیاسی ادامه پیدا خواهد کرد، میرسیم به دوران مربوط به مجلس مؤسسان. در اونجا رأی شهروندانه باید عمل بکند و رأی شهروندانه نوع حکومت را معین خواهد کرد، جمهوری یا سلطنت مشروطه. از الان شما می توانید بحث بکنید، ولی بحث نباید ما را جدا بکنه. و خوشبختانه این جنبش آمد، گفت بیایید جلو، بیایید جلو، نیروهای مشترکتون کجاست؟ و وقتی ما می بینیم که در برخی شهرها 2000، 3000، 4000، 5000 انسان کنار هم واسدن با آرامش بسیار زیبا، با پرچمها و عکسهای گوناگون در حال حرکت کردن و در حال شعار دادن هستند. این امر زیبایی هست. ایرانیان عزیز، این روحیه رو حفظ بکنید، بسیار زیبا هست. دست شما درد نکند عزیزان من. ای ایرانیانی که در خارج هستید، و بگوییم و با هم همصدا باشیم در حمایت از همه عزیزان ما که در ایران دارن مبارزه می کنند، نمی هراسند، شجاعت دارند. فضیلت یعنی چی؟ یعنی این که تو سرخم نکنی، ایستاده باشی و بگویی مرگ بر استبداد، زنده باد دموکراسی، زنده باد حقوق بشر، زنده باد حکومت لایک، زنده باد طبیعت سالم، زنده باد صلح دوستی با همسایگان و جهان، و زنده باد تمام نیروهای انسانی که در جغرافیای ایران هستند و
و همشون میخوان از جغرافیای امروز ایران دفاع بکنن، کنار هم باشن که باز و باز به شرایط بهتری برسیم و بتوانیم در فردای این خاک با سربلندی زندگی بکنیم و به دیگران بگوییم که امروز ما برای امروز به گذشته تبدیل خواهد شد. چه اون لحظه خواهیم گفت برای به اعتبار جمع شدن همگرایی هایی که امروز در سال 1401 اتفاق افتاد، ما در واقع درسی یاد گرفتیم که به ما گفت همه ملت ایران کنار هم هستند، همه ملت ایران خواهان آزادی هستند. ملت ایران آزادی ایران، ملت ایران دموکراسی برای همه، ملت ایران در چارچوب حکومت که لایک است و به تقسیم مسئولیت ها خواهد پرداخت، از همه قوای انسانی استفاده درست کردن و تمام نقش های برجسته متعلق به یک گروه نیست، بلکه تمام افراد جامعه بر اساس امر شهروندی ازش استفاده خواهند کرد، بر اساس حقوق و نهادها و نقش شهروندان که بتوانند جامعه جدید رو بسازند، جامعه‌ای که متعلق به همه ما، همه اعضای این ملت هستند، با تمام ویژگی‌های فرهنگی و تباری که ما داریم. ما همیشه این چنین بوده ایم عزیزان، ما همیشه این چنین بوده ایم و با این هویت جمعی خودمون و هویت متنوع خودمون میخواهیم به کجا برویم؟ میخواهیم جلو برویم، میخواهیم آینده تابناکی داشته باشیم، آینده خوبی داشته باشیم، میخواهیم ملت ما سربلند باشه در این جهان، میخواهیم نمونه‌ای برای مدیریت محیط زیست داشته باشیم، سرزمینی که در آن زن و مرد در برابری حقوقی قرار خواهند داشت و در هماهنگی با پرندگان، حیوانها، طبیعت، آب، هوای سالم می توانند زندگی بکنند. و در اون لحظه هست که باز ما خواهیم دید که بله، زن یک نقش اساسی در تعادل اجتماعهای انسانی دارد، زن هست و به اعتبار نقش او، به اعتبار آزادی او، به اعتبار برابری حقوقی او، ما می توانیم زندگی خوب رو داشته باشیم، زندگی با آرامش، زندگی با عدالت. و زمانی که اینها کنار هم جمع می شوند، اون لحظه هستش که اسارت پس زده شده، تبعیض پس زده شده، بنابراین آزادی می آید. زن، زندگی و آزادی شعار خوبی است. یادمون باشه به همه فرزندان ما این سه واژه رو بگوییم و معنای این سه واژه رو بگوییم. امروز در قرن 21 این سه واژه، سه واژه کلیدی هستند. این سه واژه در چه چیزی خلاصه میشد؟ در نام مهسا، جینا. و او یک کلیدی به ما داد، این نام، و این کلید در اینجاست: زن، زندگی، آزادی. زن، زندگی، آزادی. سپاس از شما، تا هفته دیگر. Thank you.